همیهنان عزیز، در این قسمت از برنامه میپردازیم به صفحه فیسبوک به دنبال پیروزی ها و پیشروی های مقاومت ایران در کارزار بزرگ دفاع از اشرف. هموطنانمون پیام های تبریک فرستادند و نکاتی رو در این زمینه گفتن، از جمله صدرالدین تام و مجید ساعتچی عکسی از نمادهای اشرف گذاشتن که روش نوشته شده پس از پیروزی در دادگاه استیناف ضرب العجل اشرف به مدت 6 ماه به عقب افتاد. هموطنان و یاران مقاومت، مبارک 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 باد. فرناز اقبال نوشته بهترین خبر امنیت بچه های اشرف، زنده باد آزادی. محمد توسی، پیروزی مجدد اشرف بر تمامی خلق قهرمان ایران مبارک باد. پرویز عاطفی، مهم، تبریک به رزمندگان راه آزادی و همه مردم شریف ایران و به خانواده های قهرمان پرور ایران در بند و زنجیر دستاربندان خوناشام. به امید پیروزی نهایی مردم بر جائر جماران نشین. زنده باد اشرفیان جان بر کف. پاینده ایران، پیروز باد ملت شریف و به پاخواسته ایران. علی دوستکام، اشرف و اشرفیان قلب تپنده انقلاب نوین ملت ایران هستند. از اشرف و اشرفیان با تمام توان دفاع خواهیم کرد. آزادی ایران با اشرفیان دلاور محقق خواهد شد. انتی هم با گذاشتن تصویری که مشاهده می کنید اینطور نوشته: با سلام به همه اشرفیان قهرمان، این عکس عکس یک شمع است که در کلیسایی در شمال کالیفرنیا هر هفته برای حفظ جان اشرفیان عزیزمان روشن می شود و همه برای سلامت و پایداری آنها دعا می کنند. در همه جای جهان قلب ها برای شما قهرمانان می تپد. ایران اشرف آزادی. پیامی هم از بهمن: من هم به نوبه خودم از فراخان خانم رجوی که گفتند برای فراهم کردن حداقل تضمین ها در مورد جابجایی ساکنان اشرف به کمپ آزادی به پرزیدنت اوباما و دبیر کل ملل متحد فراخان دادند ازشون حمایت می کنم و همین به نظرم درسته. فاطمه اینطور نوشته: سلام ایران اشرف آزادی، ما تا آخر ایستاده ایم، درود بر اشرفی ها. احسان فرهادی: سلام بر مردم ایران و سلام به همه کسانی که دلشان برای ایرانی آباد و آزاد می تپد. به خداوند قسم که اگر این فرزندان مردم ایران در اشرف نبودند و اگر اشرف نبود، این آخوندها بر سر تمامی زنان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران چادر سیاه می کردند. آقایان و برادران ایرانی آستین بلند باید می پوشیدند و کسی یارای مقاومت با این رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی نداشت. این رژیم فقط و فقط از مجاهدین و مقاومت ایران وحشت دارد، همین و بس، و اپوزیسیونی هم جز شورای ملی مقاومت ایران نداریم. اگر داریم پس نشان بدهید. خامنه ای دجال ولی فقیه رژیم آخوندی به علت استعمال بیش از حد مواد مخدر عقل نداشتش را از دست داده، میخواهد امید و دژ استوارمان را که اشرف نام دارد از بین ببرد. پس ما باید هر چه در توان داریم برای ممانعت از خواسته شوم و ضد ایرانی و ضد بشری ممانعت کنیم، یعنی هر چه در توان داریم به کار بگیریم به امید آزادی ایران و حق حاکمیت مردم ایران از چنگال رژیم ضد ایرانی آخوندی. پریه کاظمی خیلی کوتاه در پیامی نوشته: یلدا برف نو، سلام و درود بر اشرفیان قهرمان. هموطنی با عنوان ابوذر اشرفی اینطور نوشته: من هستم چون امیدوارم، امیدوارم چون رهبری به پاک باختگی مسعود دارم، مسعود امید من است، در مقابل امیدم با صدای بلند فریاد برمی آورم حاضر حاضر حاضر. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدایا همان ندایی را که ما را به ایمان، امید، به راه تکامل انقلاب دعوت می کرد شنیدیم و ایمان آوردیم، امیدوار شدیم. درود بر رجوی راهبر عقیدتیم. هموطنی با نام ری سفر نوشته: اشرف و اشرفیان همیشه در یاد و قلوب خلقهای مبارز ایران زنده و جاویدند. حالا هم همراه میشیم با هممیهنانمون در داخل کشور، پیامها، نامه‌های اونها رو با هم میخونیم. رضا عصاری: از خانواده اشرفیان عزیز هستم، میخواهم بگویم که بعد از این پیروزی‌ها خامنه ای چشت کور، این یکی رو هم ما بردیم، مطمئن باشید که اشرف پیروز است. شهرام از تهران:
خدایی که مسعود را حفظ کرد اشرف را هم حفظ میکند. درود بر رجبی، زنده باد اشرف. محسن از کرج: مجاهدین آدمهای باشرفی هستند. اتفاقا از نبوغ مجاهدین هم این است که در یک زندگی پادگانی مانند انسانهای باشرف زندگی میکنند. آدم کش و تروریست همان رژیم فاشیست مذهبی است، نه مجاهدین که سالها مانند تیغ توی گلوی آخوندها گیر کرده اند. عبدی از تهران: درود بر ایستادگی اشرفیان. هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند. علی اصغر از کرج خطاب به رهبر مقاومت ایران اینطور نوشته: مسعود عزیز، تا به آخر هستیم و خواهیم بود. حاضر حاضر حاضر. چشم خامنه ای و مالکی کور که نمی توانند ببینند. کاوه از کرمانشاه: از اینکه اشرف نشان ها در اروپا در هوایی به آن سردی تظاهرات عالی داشتند خیلی سرشار شدم. خیلی عالیه. این رو نه تنها من میگم، بلکه هر کسی که سیمای آزادی رو دیده بود و با رژیم مخالفه و ظاهرا از مجاهدین طرفداری هم نمیکنه میگفت. من خیلی کارها در پاساژ ها و بازار با بلوتوث کردم و خبر پیروزی اشرف رو به دست همه رسوندم. هرچند که در کرمانشاه بسیاری از جوانها با اینترنت و ماهواره سر و کار دارند و تقریبا کمتر کسی رو میشناسم که از اوضاع اشرف و خبرها بی اطلاع باشه. اما این مانع از فعالیت من روی بلوتوث نمیشه و خیلی هم توی محدودهی که میفرستم جواب داده. مسعود از قزوین این پیام رو داده: سلام، امیدوارم که ما هم بتونیم مثل همین جنوی ها یک زنجیره محکم بشیم و از ایران دفاع کنیم و این بیناموس ها رو از این مملکت بیرون کنیم. منم مثل اشرفیان و اشرف نشان ها دوست دارم که ایران از زیر پرچم این آخوندهای جنایتکار بیرون بیاد. مثل بقیه مردم ایران، ایران رو آزاد میخوام. سیمای آزادی رو نگاه میکنم و با خبرهای اشرف شب رو روز میکنم. درود به همه هموطنانی که از داخل کشور این پیام ها و نامه ها رو برای ما ارسال کردن. در روزهای آینده هم منتظر نامه های شما اشرف نشان ها در داخل کشور هستیم.